سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه‌های ایران فردا و باز در دوشنبه شبی نو و در آغاز یک هفته تازه کاری با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم. البته در دوشنبه شبی نو و آغاز یک هفته کاری به سبک تقویم سرزمین های مغربی، کاش می شد شنبه ها و یک شنبه ها رو نیز توان و فرصت و توانی بود که مهمان خانه های شما می بودیم و خبرها و نظرها رو به سبک تقویم مشرقی نیز مروری هر روزه می داشتیم. علی ای حال برنامه امشب دوشنبه 23 فروردین ماه ایرانی برابر با 12 آوریل 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر تازه های از ایران در بسیاری از رسانه های چاپی تهران، نه فقط چاپی، مطالب عمدتاً از مضامین مشترک برخوردار بودن و بسیاری از رسانه های تصویری همینطور دیجیتالی و چاپی با مضامین مشابه و مشترک اطلاع رسانی کرده بودند. امشب زیادی سعی نخواهم کرد که به افزود نظر بپردازم، چرا که خود روزنامه‌ها از تنوع مطالب برخوردار بودند. در صدر تمامی مطالب چند موضوع بیشتر به چشم می آمد. یک مقوله امنیتی تازه، انفجار در نیروگاه هسته‌ای نطنز که با لسان فقیهانی سعی کرده بودند از آن به عنوان قطع برق یاد کنند، اما رسواییشان، تشت رسواییشان از بام اقتدار پوشالیشان افتاد بر زمین. و اما موضوع دیگری که همه روزنامه ها با عبارت های بسیار سیاه بران به تعبیریت رسانی کرده بودند، همانا قربانیان فزاینده مقوله کرونا است. در حالی که رسانه های جمهوری اسلامی دوربین به دست، کوچه به کوچه، کوی به کوی، شهر به شهر می گردند و از شهروندان سوالاتی می پرسند و تلاش دارند که ملت و شهروندان ایران رو مقصران اصلی ویروس گستری کرونا در ایران بنامند و بخوانند، اما در سوی دیگر قطعا فعالان سیاسی حق دارند که مدیریت ناکارای فقهای حاکم بر قم و تهران رو عامل این مرگ و میر در جغرافیای ایران زمین بدانند. با کرونا شروع می کنم که به هر روی با جان شهروندان ایرانی سر و کار دارد و موضوع انسانی است. ما یادم ابتدا با برخی از رسانه های چاپی که به این موضوع با عبارتی بسیار تکان دهنده و اطلاعاتی تازه پرداخته بودن نگاهی داشته باشم و سپس با سایر مطالب در خدمت شما بینندگان عزیز خواهم بود. آفتاب یزد رو میبینیم که درست بسان روزهای آغازین ورود کرونا سفارایی شده بود و اشاره میکرد که صدر و کافور بیارید. البته واژه بیارید رو نیاورد و اشاره کرد صدر و کافور برای 250 نفر. آغاز قربانی گیری 250 نفر در یک روز با انواع ویروس های جهش یافته و متنوع کرونایی در ایران. علی حال اشاره داشت هر 16 دقیقه یک نفر در تهران جان می دهد. آفتاب یزد این مرگ و میر روبه افسایش رو ناشی از سوء مدیریت مسئولان می دانست و البته در بخشی از گزارش شهروندان رو هم در کم‌انگاری ماجرا مقصر می‌دانست. به طور مشخص اونجایی که اشاره داشت که شهروندان اصولاً حتی با تعطیل شدن همه شهرها باز موضوع رو زیادی جدی نمی‌گیرند. اما اخبار صنعت رو می‌بینم که از سایه سیاه کرونا بر سر ایران سخن گفت. به کارگیری عبارت سیاه بیشتر اشاره داشت به مقوله دگرگشت شدن ماجرای کرونا در شهرها از وضعیت زرد و نارنجی و قرمز که الان میگویند تهران و برخی از شهرها، حتی بعضا میگویند تمام ایران در شرایط سیاه به سر میبرد. در همین راستا میدیدم که روزنامه اقتصاد پویا بیشتر به دغدغه های معیشتی شهروندان ایران اشاره میکرد و میگفت که معیشت مردم در گرو مشکلات سیاسی است و همینطور در گزارشی دیگر به تناسب فضای
کرونایی ایران به نقل از جامعه شناس می گفت اینجا خبری از قرنطینه نیست. اما ایران تریبون چاپی دولت نیز در گزارشی از سیاهی کرونا می گفت از درگذشت 258 بیمار کووید 19 در ایران که دیروز ثبت شده بود. یا تجارت رو می بینیم که از نقشه کشور در آستانه سیاهی می گفت. این در حالی است که جهان صنعت به موضوع دیگری اشاره کرده بود که شما می‌بینید، اشاره داشت که داروهای حیاتی پشت درهای گمرک. در واقع این روزنامه در این گزارش از پشت پرده‌های مافیای فساد دارو سخن می‌گفت که علارغم تحریم نبودن دارو که همه شما بینندگان عزیز هم آگاهی دارید، برخی از مقامات گمرکی و همینطور نهادهای موازی، اسکله‌داران و اسلحه‌داران سپاهی سعی دارند که با تلمبار کردن و انباشت داروها پشت درهای گمرک با احتکار و با گرانفروشی بیشتر معاش و معیشت خیش رو رقم بزنند. علی ای حال در رابطه با کرونا خیلی کوتاه بگویم، شما هم آگاهی دارید، بسیاری از همکاران روزنامه‌نگار من در بسیاری از رسانه‌ها هم گفتند و این موضوع دیگر آشکار هست بر همه کس، آنکه خواه ناخواه مقداری از تعلل شهروندان میتواند در این مقوله بی تأثیر نباشد، اما موضوع اصلی و بحران اصلی ماجرا در سیاست سازی های بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی است که رسما شهروندان رو از واکسن محروم کرده و دیده بودیم که با دستور قاطعانه و با آمرانه عمل کردن خود گفت که واکسن فایزر و بریتانیایی و دیگر واکسن هایی که از امریکا و همینطور انگلستان می آید رو گفت ممنوع می کنم، ممنوع هستش، نباید بیاید. از طرفی هم خب واکسن سازی رو به نهادها و امپراتوری های مالی تحت امر خود سپرده بود، مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان یا بنیاد ستاد فرمان اجرایی امام خمینی که خب خانم دکتر مینو مهرز در واقع اونجا کار میکرد و بارها هم به کم کیفیتی واکسن های ایران برکت کووا یه چنین نامی داشت، البته ذهنم درست یاری نکرده، اگر درست تلفظ کرده باشم، به ناکارآمدی این واکسن ها اشاره کرده بود. هر آنچه که در این رابطه بخواهیم بگوییم، جنبندی این سیاه نشینی شهروندان و سیاه شدن اوضاع کرونایی در ایران به طور مستقیم متوجه مسئولان جمهوری اسلامی، شخص رهبری ایران در نگاه نخست که در روز آغازین ورود این ویروس در قم دیدیم که مقامات سازمان اطلاعات سپاه و سایر بازوهای امنیتی رهبری حتی بر وزیر وقت بهداشت حراست‌هاشون شوریده بودند و در کتمان کردن ماجرا کوشیده بودند، قم رو قرنطینه نکردند. سپس این خردگیری شخص حسن روحانی رو به طور مشخص در نوروز امسال متوجه ایشان هم هستش و می‌بینیم که کمکاری‌ها و بی‌تدبیری‌ها و خودخواهی های مردان جمهوری اسلامی روزگار ملت ایران رو در بحبوحه کرونا، در حالی که بسیاری از کشورها در جهان عملا تاریخ پایان واکسیناسیونشون رو دارن اعلام میکنن، در جمهوری اسلامی دوباره بازگشت به روزهای آغازین و یک روز به تعبیر آفتاب یزد برای 250 نفر بایستی صبر و کافور آماده کنن. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید. برنامه امشب دوشنبه 23 فروردین ایرانی برابر با 12 آوریل 2021 میلادی رو میبینید. نخست اشاره کنم در بخش آغازین مطلبم در گزاره نخست چند دقیقه اول به طور مشخص به مقوله کرونا و ویروس گستری در ایران پرداخته بودم و به این نکته مشخصم اشاره کردم، در حالی که رسانه‌های رسمی تحت امر نهاد رهبری مثل صدا و سیما سخت می‌کوشند که اصل این قربانیان فزاینده و مرگ و میر بیشمار رو به شهروندان ایرانی و به کم توجهی و کم انگاری و تعلل شهروندان ایرانی تقلیل دهند، اما در سوی دیگر خواه نخواه بسیاری از روزنامه نگاران و بسیاری از فعالان سیاسی همون گونه که اشاره کردم به طور مشخص این
فاجعه تازه پدیدار شده در ایران که منجر به مرگ و میر فزاینده شده رو متوجه مقامات عالیه جمهوری اسلامی از جمله شخص رهبری ایران می‌دونن که واکسن‌ها رو بر ایرانیان محروم و ممنوع کرده و همینطور سیاست‌های حسن روحانی در نوروز می‌دونن که با باز کردن به زعم خیش امید بر درهای شهروندان ایرانی بر جاده‌های ایران و جای جای جغرافیای ایران زمین پودر مرگ کرونا رو پاشانده است و به تعبیر روزنامه‌های خودشون همه جغرافیای ایران و همه نقشه کشور از قرمز عبور کرد و به سیاهی نشست. خب این کوتاه از کرونا بوده، برمیگردم به سایر مطالب نگاهی داشته باشم. در مقوله انفجار نیروگاه هسته‌ای نطنز نکته‌های بیشماری هست که شهروندان و رسانه‌ها و آن پرداخته بودند، مورد توجه قرار گرفته بود. روزنامه اصفهان امروز رو میبینم که همون گونه که شما میبینید در گزارشی تحت عنوان اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای نطنز به طور مشخص اون مقوله ای رو که با گفتمان قطع برق پیشتر مطرح کرده بودند، سعی کرده بودند که با لسان فقهی خیش رسوایی و کمکاری و رخنه و حفره‌های امنیتیشان رو بپوشانند، دیگر تشت رسوایی از بام اقتدار پوشالی ولایت فقاهی بر زمین افتاد و رسانه‌های رادیکال و دیگر رسانه‌ها صریحاً اعلام داشتند که آری در آنجا عملیات تروریستی صورت گرفته و به طور مشخص نام کشور اسرائیل رو نام برده بودند که مثلا این کشور با قدرتی که دارد احتمالاً، البته اینا که از قدرتش نمیگویند، اینا میگویند مثلا فتنه کرده، رخنه کرده، دو تا مأمور ما رو خریده. علی حال به طور مشخص بحث بر سر این است که در دنیای دیپلماسی صریحاً جمهوری اسلامی که یک مقطعی از قطع برق نیروگاه هسته‌ای سخن میگفت پذیرفت که یک اقدام تروریستی هستش. یک مقطعی البته خب باز به یاد داریم که از خرابکاری های احتمالی در برخی از نیروگاه ها سخن می گفتن، رئیس خود آقای کمالوندی بود من به یاد دارم، یا خود آقای صالحی هم بوده رئیس سازمان هسته‌ای، که از به تعبیری خرابکاری و توسط عوامل نفوذی خودشون خبر داده بودند و حتی می گفتن به خاطر مسائل فوق امنیتی امکان انتشار بیشتر رو نداریم. این رو در حالی میگفتن که امروز که الان شما میبینید روزنامه مثل وطن امروز که به هر روی یک روزنامه رادیکال دست راستی است و به نهادهای امنیتی نیز ارتباط زیاد دارد، از حمله تروریستی در نطنز سخن گفت. حسب گزارش ها حادثه در شبکه توزیع برق مجتمع غنی‌سازی احمدی روشن صورت گرفت که حسب گزارش ها علل حادثه هنوز در دست بررسی است. البته آقای صالحی گفته که جامعه بین الملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی با این تروریسم هسته‌ای برخورد کنند. خیلی جالب است، دیگر صریحاً استمداد خواستند با همه ادعاهایی که دارند. میگویند که ما پرنده و ریگی رو در هوا میزنیم، زم رو در زمین میرباییم، جمشید شارمهد رو در مسیر راه دبی به هند میکشانیم. تهدیدها میکنند، دشمنشان در خانهشان خانه کرده است و قدرت اسرائیل در انفجار مراکز منتسب به جمهوری اسلامی از دمشق تا تهران تا فراتر از تهران تا آبسرد قدرت نمایی می کند و اینان سمون بکم به تماشا نشسته اند و حتی روی صادر کردن یک بیانیه رو ندارند. اینجاست فقط گام به گام دارن اعلام می کنند که کار اسرائیل بود. هرچند اسرائیل نیز اگر بخوام تحلیلی تر صحبت کنم، نظر به نزدیکی احتمالی بایدنی ها و رابرت مالی ها با جمهوری اسلامی و احتمال باجدهی ها طبیعی است که اسرائیل به دفعات اشاره کرده که بایدن هر کاری بکند ما مسیر خیش خواهیم رفت و اجازه بلند پروازی های احتمالی و تهدید آفرینی جمهوری اسلامی رو نخواهیم داد. پس علل این حملات به لحاظ تحلیلی در دو سطر بیان کنم. یکم،
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر خب دیدیم که با افزایش چند صد سو، افزایش غنی‌سازی، کاهش تعهدات برجامی، مدام در حال شانه و شاخ و شانه کشیدن برای اروپایی‌ها بوده و میگفت ما به این مقطع از قدرت رسیدیم، پس پولا رو بدید. با شیوه باج‌خواهی خواست عمل کنه، اما اسرائیل گفت شما کارتو بکن، منم گوشتو میکشم. خیلی زبان ساده بگویم، اسرائیل عملاً مانع بزرگ جمهوری اسلامی شده برای پیشرفت ادعاهای هسته‌ای. با یک حمله سایبری این روزگار رو بر نتنز تحمیل کرد و اعمار کرد و بدین روی هست که اعتبار مردان جمهوری اسلامی و اعتبار شهرک موشکی‌های زیرزمینی و ادعاها و اشراف‌های امنیتی در گاندوها و سایر مسائل همه به گردی بدل شده است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم کماکان با همین حوزه و زمینه. میخوام توی وطن امروز یک گزارش رو ببینم که البته مایل بودم قبلش در دیگر روزنامه ها ببینم، البته اینجا میبینم، سپس میریم به دیگر روزنامه ها. خب هیئت کره جنوبی به تهران اومده، میگم برای چه؟ خب همگان اطلاع دارید محتملن از سایر رسانه ها، اما میخوام گفتمان رسانه‌ای مردان جمهوری اسلامی رو ببینم که فکر می‌کنند هنوز می‌توانند مردم ایران رو فریب دهند. الو ای حال وطن امروز ببینید، کارت به کارت، وقتی دیپلماسی از اقتدار شارژ می‌شود. خب هدف این تیتر و این گزارش وطن امروزی پیشتر وابسته به فرقه مصباحیه نزدیک به قبل‌ها، نزدیک به طیف احمدی نژادی‌ها چه بوده؟ کارت به کارت، اقتدار دیپلماسی. می‌خواد بگه که خیلی کوتاه کلام، میخواد بگه اگر کره جنوبی تیم دیپلماسی رو به طور مشخص، خب نخست وزیر کره جنوبی بعد از در واقع 42 یا 44 سال، حضور ذهن ندارم، بعد از 44 سال وارد ایران موسوم به اسلامی شده یکنونی شده است، میخواد بگوید که چون ما کشتی ربایی کردیم، گروگان گرفتیم، آنها رو اسیر کردیم، آنها مجبور شدن که مثلا از در مصالحه و مذاکره بر بیاین تا اون پولها رو آزاد کنند. به این نمیپردازند که علل و عامل این روسیاهی و این شرمساری سیاستگذاری های نهادهای تحت امر ولی فقیه است، از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته که FATF رو، یک مقوله بسیار ساده پیوستن به مقوله مالی رو به زمین گذاشته و مجبور به باج‌خواهی و آدم ربایی میشوید تا اقتصاد خود رو تأمین کنید و این اقتدار نیست، از قضا این آبروسوزی هاست. علی حال همون گونه که اشاره کردم بسیاری از روزنامه ها به این مقوله اشاره کرده بودن. مثلا من روزنامه اطلاعات رو میبینم که از مذاکرات حساس نخست وزیر کره جنوبی در تهران نوشته بود، خیلی کوتاه کلام و نقل از آقای جهانگیری گفته بود که آقای جهانگیری در این کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر کره جنوبی گفته که سئول در اسرع وقت منابع ارزی ایران رو آزاد کند. یا روزنامه ایران که تریبون دولت هست هم از مذاکرات ارضی نخست وزیر کره جنوبی در تهران گفت و خیلی از روزنامه دیگه که دیگر روشون نمیشد، واقعا مشخص بود که از مذاکرات ارضی، یعنی اون پولی رو که بلوکه شد، انباشته شد به دستور ایالات متحده آمریکا، شما اومدید ما هم کشتیاتون رو گرفتیم تا این پولها رو آزاد کنید. و اینم به زعم خودشون محتملاً از سیاست‌های اقتداریشون یا سیاست‌های کارآمدشون میدانند که خب قطعاً چنین نیست که هیچ، همون گونه که اشاره کردم رسوایی شرم‌آور و ننگی بزرگ برای مردان جمهوری اسلامی است. عملاً وقت برنامه من به پایان رسیده، یک دو تا مطلب رو مایل بودم اشاره کنم. یکی آفتاب یزد محسن رضایی رو زیر انتقاد کشونده بود و تحلیل جالبی داشت و در گزارشی که شما الان می‌بینید مخالف FATF، محسن رضایی همان فرمانده سابق سپاه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت عالی نظام رو تحلیل میکرد و ایشون رو کاندیدایی که گرفتار تناقض هست به تعبیری تعریف میکرد و مدعی شده بود که ایشون در واقع، یعنی خود آقای محسن رضایی، مدعی یک پلتفرم و برنامه اقتصادی 10,000 صفحه‌ای شده و این روزنامه اشاره میکرد که آقای محسن رضایی با مبانی اقتصاد بین الملل و به تعبیری تعاملات جهانی آگاهی ندارد و مخالف FATF هستش. به طور مشخص نپیوستن به FATF رو متوجه آقای محسن رضایی میکرد. دو تا مطلب دیگری میخواستم بگم، امیدوارم وقتم اجازه بده. یکی بحث آقای رعیت بود که احتمالاً آخرین مطلب من باشه. روزنامه همدلی در گزارشی تحت عنوان مفسد متفاوت
به نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت اشاره کرده بود که نماینده دادستان در این جلسه این پرونده رو مصداق اخلال سازمان یافته میدانست و ایشون رو هم یک نوع متهم مفسد میدانست. نامبرده با کسب مال از طریق نامشروع یک باغ وحش خصوصی و تفریحگاه مجهز به مساحت 17875 متر مربع که در بین افکار عمومی به بهشت گمشده مشهور می باشد را راه اندازی و از همین رو سبک متفاوت و مؤثری نسبت به سایر مفسدین اقتصادی در دعوت و جذب متنفذین اتخاذ کرده است. حالا خیلی کوتاه کلام بگم، جالب اینجا بود که رسانه‌های دستراستی مثل تسنیم و مشرق نیوز و همه اینها خیلی پوشش وسیع داده بودند. خیلی کوتاه بگم حسن رعیت آقای میرکاظمی کی بوده؟ همونی که الان شما در تصویر می‌بینید در قوقا و قیامت مرگبار پس از جنبش 88 که چه جوانانی رو بیگناه کشته بودند، ایشان رو خب برخی از خبرنگاران شهروند خبرنگاران آزاد جامعه ایرانی تصویرش رو شکار کرده بودند که از کمرش اسلحه در می آورد و بر تظاهرات و شهروندان معترض اسلحه می کشد، از یار غار آقای بابک زنجانی بوده. داستانشون بسیار پیچیده است. فقط اینو بگم که ایشون در فرایند فساد گستری و فساد سازی حتی زمان بازداشتش یک باغ وحش اختصاصی مملو از ببر داشت. اینان همانانی هستند که ایشان باشد، بابک زنجانی باشد، آقای رحیمی معاون احمدی نژاد باشد، بقایی معاون دیگر احمدی نژاد موسوم به پاک دست باشد، همه اینان منتسب به بارگاه و درگاه ولی امر مسلمین جهانند. این نکته جالب و رسوا کننده است که همه اینان حریمداران و حرمداران در واقع ولی فقیه هستند و رسواییشان میتواند بر اون اعتبار نداشته بالاتر مقام جمهوری اسلامی ایران نیز خدشه ایجاد کنه. به طور مشخص نماینده دادستان گفته بود که حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده. روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع گردد. نماینده دادستان افزود یکی دو سال پیش آقای منصوری، همون قاضی که در رومانی کشته شد، از او و طبری درخواستی میکند که طبری به رعیت میگوید انجام بده اما از منصوری فاصله بگیر. همه اینان جالب اینجاست که سالیانی متصف و منتسب به بارگاه و درگاه ولی امر مسلمین جهان بودند. آقای میرکاظمی همانی است که از دل و جنین و جنان مکتب اقتصاد مقاومتی برآمده از ولی فقیه روئیده شد. بابک زنجانی ها، قاضی مرتضوی ها و همینطور آقای رعیت، همه اینان در یک فرایند جدید قربانی شدگان هستند. قطعا دیگرانی هم در راه خواهند بود. وقت من عملا به انتها رسیده، در حالی که مایل بودم به مقوله انتخاباتی یک اشاره کوچکی بکنم که گویا اصلاح طلبان در یک نوع رقابت عجیب بین رئیسی و حسن خمینی تلاشی تازه می‌کنند و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.